خواهیم برد. نگاه کنید از دیروز سالا چه اتفاقی افتاده. در 24 ساعت ما در جورجیا عقب بودیم و حالا جلو هستیم. ما میریم که اون ایالت رو ببریم. 24 ساعت قبل ما در پنسیلوانیا عقب بودیم و حالا داریم میریم اونو ببریم. و حالا جلو هستیم. و داریم آریزونا رو میبریم، نوادا رو میبریم و در واقع پیشروی ما دو برابر شده. ما 300 الکترال ووت رو جلو هستیم. ما در این رقابت یک اکثریت کامل و روشن داریم. ما 74 میلیون رای گرفتیم از مردم. اجازه بدید تکرار کنم، 74 میلیون رای. این بیشتر از هر رئیس جمهوری در تاریخ ایالات متحده آمریکاست. و هنوز هم این میزان داره گسترش پیدا میکنه و ما با اختلاف 4 میلیون رای دونالد ترامپ رو داریم شکست میدیم و هنوز این اختلاف داره بیشتر میشه. یک چیز مشخصی که من از اون به اون خیلی افتخار میکنم این است که داریم میریم که اولین رئیس جمهور دموکرات که انتخاب شده در آریزونا در 24 سال باشیم، در جورجیا در 21 سال، و همه جا رو آبی کردیم. در چهار سال گذشته همه جا داشت کم میشد. در پنسیلوانیا، در میشیگان، در قلب این کشور. من میدونم که اینا داره بسیار کند پیش میره در شبکه های تلویزیونی، اما اشتباه نکنید، این فقط اعداد فقط رای دهنده ها رو نشون میده، اما مردان و زنان این کشور هستند که قلب دموکراسی ما هستند. تمام نژادها، تمام مذاهب تغییر رو انتخاب کردند و ایستا بودند. به ما این اختیار رو دادند که بر کرونا، مشکل کرونا غلبه بکنیم، بر مشکل نژادپرستی ساختاری غلبه بکنیم. 74 میلیون آمریکایی با صدای بلند صحبت کردند و به ما این اختلاف، این حق رو دادند. ما می‌خواهیم به زودی اعلام بکنیم پیروزی اونا. دیروز سناتور هریس و من با گروهی از متخصصان و گفتگو کردیم و درباره بحران‌هایی که این کشور با اونها روبرو هستن صحبت کردیم و صحبت کردیم درباره مشکلاتی که کشور باهاش روبرو هست و داره به شدت زیاد میشه. 20,000 کیس در یک روز. ما بیش از 200,000 جان عزیز را از دست دادیم و فقر در آشپزخونه های کشورها در کشور ما دیده میشه. ما تمام اینها رو در نظر میگیریم و تجربه تلخ خانواده ها رو در نظر میگیریم و من درک میکنم کسی رو که ممکنه عزیزی رو از دست داده باشه. قلب ما هم در کنار شما شکسته. ما کنار همه هستیم و میخوام همه بدونن از روز اول ما طرحی مشخصی خواهیم داشت که این ویروس رو کنترل کنیم. ما نمیتونیم جانهایی رو که از دست رفتن رو برگردونیم، اما میتونیم جانهایی رو که هنوز هستند حفظ بکنیم. من و سناتور هریس دیروز دریافتیم که این با بازیابی اقتصاد ما بسیار کند هست به خاطر اینکه ما کرونا رو کنترل نکردیم. 20 میلیون نفر الان بیکار هستند، مشکل دارن که یک غذایی روی میز خانوادهشون بذارن. ما یک طرح اقتصادی خواهیم داشت، یک طرح اقتصادی قدرتمند. میدونم که اختلاف و تنش بالا هست بعد از یک انتخابات سخت، اما باید به خاطر داشته باشیم که باید آروم باشیم، صبور باشیم و اجازه بدیم این فرایند کار خودش رو بکنه و اجازه بدیم تمام رأی‌ها شمرده بشه. ما باز هم ثابت کردیم که در چند سال گذشته، در 244 سال گذشته دموکراسی کار میکنه و تمام رأی‌ها شمرده میشه. اصلاً مهم نیست که بعضی‌ها میخوان اون رو متوقف بکنن و سخت روش کار میکنن، این اصلا مهم نیست. سفر ما به سمت یک اتحاد محکمتر و مستحکمتر خواهد بود. ما ممکنه دیدگاه های خودمون رو داشته باشیم، ممکنه اختلاف های جدی داشته باشیم،
و این در یک دموکراسی اجتناب ناپذیره. یک دموکراسی سالم چنینه. نگاه‌ها و گفتگوهای قوی و مشخص از مواضع مشخص. اما نمیتونیم بریم به سمت یک جنگ بی پایان. هدف ما سیاستی است که برای کشور کار بکنه، نه اینکه گسترش بده اختلاف رو، بلکه برای این کشور کار بکنه، عدالت رو به همه جا برسونه، به همه کس فرصت بده و زندگی شهروندان ما رو قوی تر بکنه. ما دشمن همدیگه نیستیم، ما آمریکایی هستیم. مهم نیست که به چه کسی رأی دادید. من از یک چیز مطمئن هستم، اکثریت قابل توجه ما رأی دادن، میخوان از این سیاست چیزی به دست بیارن. ممکنه رو خیلی چیزها اختلاف داشته باشند با هم، اما روی چیز مشخصی توافق دارن که باید عصبانیت و ناراحتیمون رو پشت سر بیاریم. این برای این کشور خوب نیست، باید تلاشمون رو بکنیم. مسئولیت من به عنوان رئیس جمهور این که است که تمام کشور رو نمایندگی بکنم و میخوام بدونید که سخت خواهد بود برای کسی که علیه من رأی دادن، اما این کار منه، وظیفه حفاظت از همه آمریکایی ها. ما مشکلات مشخصی داریم، کووید 19، مسائل آب و هوایی، ما وقتی برای تلف کردن نداریم. این بخشی از مسئله ماست. ما فرصتی رو داریم که یک آینده ای رو بسازیم برای فرزندانمون، برای نوه‌هامون و همه نسل‌های آینده. بارها گفتم که من هیچ وقت بیشتر از این خوشبین نبودم درباره آینده این کشور. هیچ دلیلی وجود نداره که ما نتونیم در این قرن ادامه بدیم. این مسئله است که ما کی هستیم. ما ایالات متحده آمریکا هستیم. هیچ چیزی نیست که ما نتونیم انجام بدیم، نتونیم به اتمام برسونیم. ما میتونیم همه این کارا رو با هم انجام بدیم و از همتون تشکر میکنم. خداوند شما رو در رحمت خودش نگه داره.